ایمان دارم که در این پرستش فوق‌العاده عالی زمین‌های دلمون نرم شده باشه، شخ خورده باشه و آماده باشه که بذرهای نیکوی کلام خدا توسط این باغبان آسمانی بر دل‌های ما پاشیده شده باشه و در نهایت ثمرات نیکو در زندگی‌های ما، ثمرات ابدی در زندگی‌های ما دیده شده بشه در آینده. آمین. آیاتی از کلام خدا براتون قرائت میکنم در همین شروع، از کتاب مکاشفه باب 4 از آیه 1 و قسمتی از آیه 2. و بعد از این دیدم که ناگاه دروازه‌ای در آسمان باز شده است و آن آواز اول را که شنیده بودم که چون کرنا با من سخن میگفت دیگر باره میگوید به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم. فلفور در دم سری در روح شدم و دیدم که تختی در آسمان قائم است و بر آن تخت نشیننده ای. و مکاشفه باب 21 از آیه 1 تا 5. و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی باشد. و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می شود، حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است. و آوازی بلند که از آسمان شنیدم که می گفت اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قومهای او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود، ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد داد، زیرا که چیزهای اول درگذشت. و آن تخت نشین گفت الحال همه چیز را نو می سازم. از بعد به تولد روحانیم، از روزی که به عیسی مسیح ایمان آوردم، بیشترین تلاش روح خدا در زندگی من این بود که با دادن رویاها و نبوتهای مکرر به خصوص در زمانهای سختی افکار منو متمرکز آسمان کنه، افکار منو متمرکز عالم آینده کنه و کمکم کنه که در پرتو ابدیت روی این زمین زندگی کنم، در پرتو اون وطن آسمانی روی زمین زندگی کنم و یاد بگیرم و یادم باشه که این دنیا خونه ابدی من نیست. و به من یاد بده این آیه ها که روزهای من هر چقدر که طولانی باشه مثل سایه زود گذره، ولی میتونم بگم صدها افسوس که در زمانهای بحران، در زمانهای مشکل، بیشترین تمرکزی که من همیشه داشتم روی خودم و مشکلات شخصی خودم بوده. و برای همین با اینکه سالهاست حقیقتا دلم میخواد که از دریافتهای شخصی خودم در مورد آسمان پیامی آماده کنم، ولی هرگز نتونستم، چون به طور شخصی عمل رویاها و نبوتها رو در زندگی خودم ندیدم. رو راست بگم بعضی موقع ها موعظه هایی که ما اینجا میکنیم، پشت منبر میکنیم، سختتر از اینه که در تجارب شخصی خودمون به طور کامل بتونیم اونو مشاهده کنیم. و یکی از سختترینش همین قسمت بود. اولین کلام نبوتی که شاید یکی دو هفته از ایمانم میگذشت، توسط یک خواهر نبیه در کلیسای ایران که تایید شده بود که ایشون نبیه ای کلیسای ایرانه. بعد از اینکه جلسه تموم شد اومد گفت خواهر اسم شما رو نمیدونم، فقط عیسی مسیح خداوند رو دیدم که با انگوش به شما اشاره میکنه و میگه برو این پیام رو به این خواهر بگو. و پیام اینه خاطرت آسوده باشه، دل تو هراسان نباشه، به خدا ایمان داشته باش، به من هم ایمان داشته باش
من میرم تا اونجا برای تو منزلی آماده کنم و بر میگردم، تو رو با خودم میبرم اونجایی که من هستم، تو هم باشی. من اون موقع اصلا نمیدونستم این آیه ای هست که تو انجیل وجود داره، تو کتاب مقدس، هیچ آشنایی نداشتم. فقط توی دلم راستش گفتم دوباره وعده سر خرمن. این وعده ها رو در زمانهای گذشته خیلی شنیده بودیم، ولی چیزی که شادی در دل من تولید کرد اینکه عیسی مسیح به من توجه کرده و با انگوش به من نشون داده. دومین رویا رو زمانی دریافت کردم که شاید یک سال و نیم از زمان ایمانم بیشتر نمیگذشت. در یک عمل جراحی یک مرگ کوتاه رو تجربه کردم و خدا اجازه داد از دروازه که مرگ عبور کنم و با گوشهای جانم تنین زیبای ناقوس بازگشت به خونه رو بشنوم. حتی تنین اون ناقوس برای من دلنشین ترینه تا الان که دارم زندگی میکنم. من متوجه شدم در اون لحظه وقتی از اون تونل، از اون دروازه مرگ عبور کردم، متوجه شدم با عبور از دروازه مرگ، برعکس این که من فکر میکردم و همیشه میترسیدم، من تموم نشدم، بلکه یک شروع عالی در انتظار منه. وقتی به آسمون رسیدم، گذشته من مثل یک فیلم جلوی چشمام بود. گذشته‌ای که از زمان بچگی خیلی آزارم میداد، تک تک این صحنه ها و تصویر ها از جلوی چشمام میرفت، ولی در اون لحظه هیچ گونه آزار و رنجی رو تجربه نمی کردم. در دل من به طور خیلی توزیناپذیری پر از نور آگاهی شده بود، روشن شده بود. ظلمت هایی که دائما در روی زمین تجربه می کردم و خود منو یه جوری در احاطه خودش قرار می داد، مثل نگرانی ها، ترس ها، حسرت ها که خیلی زیاد در من حسرت بود، خاطرات خیلی گزنده، اون لحظه هیچ قدرتی نداشت. حقیقتاً اونجا انگار نه اشکی بود، نه آهی بود، نه شیونی بود، نه تمنایی بود، نه حسرتی بود، هیچ چیزی نبود. تنها چیزی که من تجربه میکردم عشق بود، شادمانی بود، رهایی بود، آرامی بود. به خصوص دردهای عاطفی که سالها توش دست و پا می زدم، احساس می کنم اون دردهای عاطفی به طور کل، دردهایی که زمانهایی مثل یک زندان منو در خودش تسخیر کرده بود، هیچ خبری نبود. یک آزادی عجیبی رو حس می کردم، احساس عزیزا اون کرم ابریشم رو می کردم که تبدیل به پروانه شده بود. ولی در حالی که تبدیل به پروانه شده بود، ولی یادش می آمد زمانی که کرم بود روی زمین بود، چقدر بدقلق بود، چقدر ناآروم بود، همه یادم می آمد. ولی الان می دیدم صورت من، باطن من، همه چیز تبدیل شده. چیزهای گذشته گذشته، همه چیز رو خدا نو کرده. وقتی به زمین برگشتم، تا ساعتها همه چیزهایی که روی زمین بود برام چندشاور بود. یادم حتی ملافه هایی که خیلی تمیز و استریل بود، وقتی به پوست من برخورد میکرد، یه جور خیلی بدی بدم میامد و دوست داشتم بدن من با هیچ چیزی، نگاه من هیچ چیزی رو تجربه نکنه. بعد از چند سال، شاید 10 سال پیش بود، رویای مجدد دیدم، ولی متفاوت، از آسمانی جدید که شبیه یه خونه بود، یه خونه امن. من ذاتاً وقتی روی زمین هستم و تجمع افراد، افرادای به خصوص خیلی متفاوت در یک جا که منزل کنیم، ساعت رو بمونیم، خیلی احساس ناراحتی میکنم. همیشه بیشتر دوست دارم تنها باشم، در استقلال باشم. ولی اون روز در آسمون، در اون اتاق، من با افرادی کاملا متفاوت داشتم زندگی میکردم. افرادی بودن که روی زمین پر از کاستی ها بودن، پر از ناهنجاری ها بودن. از نظر فیزیکی یادم یه زنی بود که
می دیدمش روی زمین، باش خیلی نزدیک بودم و این خیلی ناآروم بود، خیلی غر می زد، خیلی ناراضی بود، به خصوص از شکل ظاهریش خیلی ناراحت بود. همش می گفت چرا خدا به من ابرو نداده؟ چرا من ابرو ندارم؟ چرا خدا همه یه ابرو داده این هوا؟ ولی من هیچی ندارم. گفتم خب بیا برای تتو کنم. گفت نه، دردم میاد، خدا باید بهم میداد. و پاهاش خیلی درد می کرد. زمانهای زیادی پادردهای شدید داشت، ولی من اونجا دیدم این زن مثل یه ملکه روی یه صندلی نشسته، انقدر زیبا، ابروهاش به طرز خیلی زیبایی تبدیل، همه این چیزایی که دلش میخواست بود توی وجودش، توی صورتش، و همه شفا یافته. در حال پرستش بودیم، شادی بودیم. و چیز خیلی فوق‌العاده و عجیبی که عزیزان من نگاه می‌کردم و تجربه می‌کردم، شعای نور عظیمی بود که از این پنجره‌های بلورین که شبیه کریستال بود که روی زمین ندیده بودم، توی این اتاق در حال جاری شدن بود. و همینطور در روح احساس میکنم تمام این شادی ها، تمام این آرامی ها، تمام این تبدیل ها، تمام این جلال به طور خیلی غیر باوری از طریق این نور داره جاری میشه. این نوره که عامل تمام تبدیل هاست، این نوره که با خودش پری و حیات رو تو اون خونه جاری میکنه. هر دفعه که من برمیگشتم چشمای من به این نور میخورد، اینقدر عظمت داشت و قدرت داشت و من به رو میافتادم و شروع میکردم هللویای از دهان من بیرون میامد که همزمان تمام افرادی که اونجا بودن شروع هر کدوم به سبک خودشون تسبیح و پرستش و آواز میخوندن و پر از شادی بود. بعضی ها رو میدم که در حضور اون نور که احساس میکنم خود خداست، فقط ما نمیتونیم به خاطر محدودیت ببینیم، رقص میکردن. و در رویای دیگه که 2015 بود، اکتبر 2015، باز هم دروازه گشوده دیدم، ولی این بار دروازه مرگ نبود، دروازه نجات بود، دروازه رستگاری بود. دوباره نوری عظیم و زیبا از اون ور دروازه به درون در حال تابیدن بود. این نور یک اشتیاق، عزیزان بعضی چیزا حقیقتا نمیشه توضیح داد، یک شعفی رو در من ایجاد کرده بود برای اینکه فقط برم و برسم به اون نور. انگار تمام وجودم فقط میخواست پیوند کنه به اون نور، هیچ چیزی دیگه برای من روی زمین مهم نبود. انگار ذره‌ای بودم که میخواد به یک بیکرانگی وصل بشه، انگار قطره‌ای بودم که از ماهیت اصلی خودم جدا افتاده بودم. الان فهمیده بودم که جام کجاست، من از چی هستم، و تمام وجودم رفتن و پیوستن به اون نور بود. از اون دروازه نردبونی به پایین بود و یک دفعه دیدم تمام نجات یافتگان، کسای اون بقیت وفادار، به صف بستن و با یک اشتیاق و شعفی دارن به سوی اون نردبون میان و من می دیدم اونا نفسهای گندهی رو به خودشون حمل می کردن، ولی با اینکه اون نفسا به اونا وصل بود، ولی اونا براشون مهم نبود، فقط پر از تسلیم، سرسپردگی، فقط میخواستن بیان و از این پله عبور کنن و به اون نور در اون اتحاد و یگانگی قرار بگیرن. وقتی که میامدن من میدیدم که دستاشونو بالا میکنن و پر از تسلیم، پر از سرسپردگی، همین که دستاشونو بالا میکرد از اون نور حیاتی جاری میشد که تمام اون نفسای بزرگ و گنده که مثل بارهای سنگین بود از اونا فرو میره و اونا پاشونو میذاشتن روی پله و به محض اینکه پاشونو روی پله میذاشتن در یک لحظه انگار این جاروبرقیه، این نمیدونم با چی بگم، که اینا دونه دونه به اون نور وصل میشدن و محو میشدن با یک سرعت عجیب، با یک سرعت غیر قابل عجیبی، که همین آیه ای که میگه در روح شدم، در دم ولفور به آسمان برده شدم. وقتی از این ور هامبورگ میخوایم بریم اون ور هامبورگ چقدر طول میکشه، ولی وقتی که در اون لحظه در یک طرفت العین تمام این دریافتا که میتونم بگم چند تاشه، خیلی از اونا رو دیدم خیلی طولانی میشه،
عزیزان خیلی منو در ناملایمات کمک میکرد، در سونامی هایی که یک دفعه توی زندگی من میامد سعی میکردم به وطن آسمانی، به اون خونه امن، به جایی که مکانی که فارغ از هر اشک و ترس و ناله است برم. کمکم میکرد و بیشترین چیزی که کمکم میکرد و این آیه در زندگی من جس پوشیده بود، واقعا حسش کرده بودم، دیده بودم تو رومیان باب 8 آیه 18، زیرا یقین میدانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در من در تو آشکار میشه هیچه. عزیزان من تو اون مرگ موقت میدیدم خندم میگرفت که چطور روی زمین برای چه چیزهایی گریه میکردم. خودم رو مثل یک بچه میدیدم که بزرگ شدم ولی زمانی برای یک آب نبات چوبی اشک میریختم و خودم رو به در و دیوار میزدم. ولی 29 یولی دقیقا 5 ماه پیش، یک شنبه صبح، با مشکل خیلی غیر قابل پیشبینی مواجه شدم. عزیزان انقدر توضیح ناپذیره، انقدر ناگهانی بود که توی یه لحظه انقدر منو به وحشت انداخت که فقط ترس و وحشت، حقیقتا میتونم بگم مثل مرغ سرکنده خودمو به در و دیوار میزدم، چون با درد و رنج عزیزترین کسم مواجه شده بودم و این درد و رنج به نظرم انقدر حل نشدنی بود که انگار هیچ معجزه‌ای توی این آسمون برای موزل پیدا نمیشه. امید و ایمانم رو به طور ناخواسته داشت کم کم زایل میشد و از دست میدادم. خیلی تقلا کردم در این روزها که با وعده ها و کلام خدا، با این حسی که تو من اومده مبارزه کنم، دوباره خودم بالا بکشم. من به طور کلی ایمانم از دست نداده بودم ولی احساس میکنم اون ایمانی که تا الان داشتم اصلا کفایت نمیکنه که این درد و این بردزل مشکل رو بتونم هندلش کنم. این حس داشت بنیاد ایمان منو سست میکرد، چون به یه قسمتی از ماهیت وجودی خدا شک کرده بودم که خدا قادر مطلقه، چون فکر نمیکردم که میتونه این معجزه کنه و این عزیز منو از این درد و رنج بیرون بیاره و هنوز هم همون فکر رو دارم. تمام موعظه هایی که خودم کرده بودم خیر است، سلامتی است، همه چیزها به خیریت ما مبدل خواهد شد. ایمان پر از استقامت کالیب ضعیف گوید قوی هستم. خدا که متخصصه مرده هایی که به خاک سپردی رستاخیز بده، برای من فقط مثل سنج فغان دهنده بود، مثل کلمات تو خالی بود که فقط گفتم چطور من تونستم اصلا اینا رو موعظه کنم، در حالی که هیچ چیزی ایمانی نداشتم که تو زندگی من کاربرد داشته باشه. میتونم بگم گاهن عزیزان روان من چنان تحت نفوذ این ترس و از دست دادن ایمانم قرار میگرفت که خدا نمیتونه شفا بده. میرفتم در حضور خدا بهش میگفتم رو راست خداوند، رو راست، باور هم نمیشه که تو بتونی شفا بدی و اگه بتونی نمیخوای شفا بدی، این حس منه، لاغر یه کاری بکن در این بیابون برهوتی که منو گذاشتی که نمیتونم دهانم رو باز کنم حتی برای کسی توضیح بدم بتونم به سلامتی عبور کنم، ایمانم از دست ندم و باعث لغزش افراد نشن. درست چند روز پیش بود که یک ندای آشنا در وجودم در حال جوشش بود، میشنیدم این صدا رو که برای دریافت ایمانی که منتظرشی، اون ایمان عظیمی که از این وادی تاریک موت عبور کنی، باید مثل شاگردان چشماتو به آسمون بدوزی. فوری کتاب مقدس رو باز کردم، اعمال باب 1:10، چون شاگردان به آسمان چش دوخته بودند هنگامی که عیسی صعود میکرد، فرشته‌ای در برابر آنها ظاهر شد. ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟ چرا ایستاده به سوی آسمان زل زدید؟
چرا ایستاده به سوی آسمان چش دوختین؟ چرا اینجوری ایستاده به سوی آسمان متمرکزین؟ همین عیسایی که رفته، همین عیسی برخواهد گشت. و اونا با قوت، با قلب‌هایی که بدون ناامیدی و شک بود نسبت به رستاخیز و صعود عیسی مسیح و بازگشت او، از کوه زیتون به زیر اومدن و رفتن تو اون بالخانه و با ایمان منتظر دریافت وعده شدن. اولی حسی که در من به وجود اومد وقتی این آیه رو خوندم، حسی برای شاگردان نبود عزیزان، بلکه حسی برای عیسی مسیح خداوند بود. این حس به من دست داد که چقدر عیسی اون روز، روزی پر از جلال و هیجان انگیز و شادی براش بوده. خالقی که از آسمان ها فرود اومده، خالقی که 33 سال رنج ها و مصائب و اینجا تحمل کرده، ولی حالا داشت با شادی به منزل میرفت، مثل سربازی که پس از نبردی خونین و سخت داره به وطن باز میگرده، مثل یه فضانوردی که لباس سنگین فضانوردی رو از تنش در میاره و به خونه داره بر میگرده و میگه آخی راحت شدم، بالاخره به اون جایی که مال منه، مکان منه رسیدم، به خونه بالاخره برگشتم. ولی شادی من این بود که این خدا بر نگشت خونه که بره دنبال جلال 33 سال ندیدش بگرده، که فرشته های جلوش دولا و راستشن جلالش بدن، بلکه او داشت منزل برای من و تو آماده میکرد که روزی برگرده و ما رو با خودش ببره همون جایی که او هست تا ابد با او باشیم. یک حس شیرین بود، یک خوشی خیلی عظیم و غیر قابل وصف قلب منو بعد از 5 ماه تو یکی دو روز در بر گرفت و همزمان با اون یک بی‌طاقتی در دلم بود که خدا کی از این همه فساد دنیا خلاصی پیدا میکنم و در آزادی پر جلال پسر خدا بالاخره روزی شریک میشم. اون چیزایی که دیده بودم و شنیده بودم کی مزه مزه می کنم. تمام اینا باعث شد که این پیامو آماده کنم. اول تسالونیکی باب 4 آیه 16 اینطور میگه: زیرا خود خداوند با صدا و آواز رئیس فرشتگان یعنی میکائیل با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست، آنگاه ما که زنده ایم و باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند رو در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. بدین سخنان عزیزان، پس بدین سخنان همدیگر را تسلی بدین. به ما دستور داده شده در مورد آسمان حرف بزنیم، در مورد آسمان سرود بخونیم، در مورد آسمان تعلیم بدیم و موعظه بکنیم عزیزان، چون مهمترین فضایل اخلاقی برای یک مسیحیه. 1865 بار در عهد عتیق راجع به آسمان گفته شده، 386 بار در عهد جدید راجع به آسمان گفته شده. چرا اینقدر مهمه؟ در اول پتروس 1:3 میگه: متبارک باد خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به واسطه برخواستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود. برای چی تولید نمود؟ برای آن امید زنده به جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است برای من و تو خواهر برادر عزیزم در آسمان. برای ما در آسمان چی شده؟ حفظ شده این مکان پر جلال، این امید ناپژمرده، این امید زنده. اسمش چیه؟ آسمانه، جایی که خدا هر اشکی را چشم و پاک میکنه، هر شیون و ناله دیگه رخ نخواهد داد، زیرا که چیزهای اولین گذشت، تموم شد و اون تخت‌نشین همه چیزها را نو میسازه.
باور میکنین؟ امروز اگه خدا اجازه میده که حتی رنج هایی که به نظر ناعادلانه است و بنیان کنه، بنیان ستیزه، تو تجربه کنی. امروز اگه شاهد شرارت ها و مصیبت ها هستی در زندگی که هیچ دوا و درمونی براش پیدا نمی کنی، امروز اگه خدا اجازه داده مردمان رو بر سر تو سوار کنه، بارهای گران رو شونه های تو بذاره که انگار هیچ وقت سنگینی سبک نمیشه، اگه دردهای ذهن داری تحمل میکنی، خواهر و برادرم این پیام امروز برای توه. عیسی مسیح خداوند میگه سر تو بالا بگیر، سر تو از روی مشکلات بالا بگیر، چون به زودی خلاصی تو نزدیکه، به زودی زود خلاصی تو نزدیکه. در همین روزها، یکی از همین روزها، در نقطه‌ای از این جاده خاکی، گوش‌های من و تو صدای شیپور رو خواهد شنید. در یکی از همین روزها من و تو به شباهت عیسی مسیح دگرگون خواهیم شد و بعد به وطن آسمانی، اون سرمنزل حقیقی ما چی میشیم؟ منتقل میشیم عزیزان. این امید زنده امروز تو رو میتونه افکاری سلامت بخش بده در هر وضعیتی که هستی، یک افکار سالم خداگونه در ذهن تو ایجاد کنه، میتونه به تو طاقت بده، صبر بده، میتونه اونایی که دنبال شادی هستن، یک شادی وصف نشدنی که فیض خداست عزیزان، شادی که روح القدس میده مشروط نیست. کسی که چشماش به آسمون دوخته شده، مثل اون خاتون، مثل اون غلامی که چشماش به آسمون میدوزه، جایی که خدا جلوس کرده که از اونجا فقط اعانت او بیاد، یک شادی، یک خوشی وصف نشدنی وجود تو رو در بر میگیره. نمیدونم چقدر باور میکنید که نه فقط همین، بلکه میتونه ایمان و امید فلج و مریض تو رو زنده کنه. همه چیز عزیزان، همه چیزایی که ما منتظرشیم، فقط بهتون بگم این تجربه شخصی منه، همه آرزوها و دعاهای تو، همه چی روی این زمین ختم نمیشه. یک آینده پرجلال که به اندازه تمامی ابدیت هست در انتظار من و توه. باور میکنین؟ همه چیز این نیست که فقط همه چیز رو این زمین به دست بیاریم. قرار نیست جواب تمام دعاهامونو، آرزوهامونو در این ور زمین نظارگر باشیم. یک نفر اینجا هست که با من بگه هللویا. یک نفر هست که اینجا خدا رو با دست زدن جلال بده. هللویا، هللویا، هللویا. خدای عالی، برای امید زنده، برای امید ناپژمرده، برای امیدی که میتونه به جای اشکای غم اشکای شادی رو از چشمای ما جاری کنه. کلام خدا عزیزان میگه در یک چشم هم زدن جسد غیر فانی رو خواهیم پوشید. باورتون میشه؟ این فاسد به بیوه فسادی ملبس میشه، این فانی به بقا آراسته میشه، این فانی به بقا آراسته میشه. و پولس چقدر زیبا بعد این صحبت رو میگه تو اول قرنتیان باب 15 آیه 58، میگه پس ای برادران، ای خواهران من، ای حبیبان من، بی تشویش باشین، پایدار باشین و پیوسته به عمل خداوند بی افزایید، زیرا میدانید که زحمتهای شما در خداوند باطل نیست. باور میکنید؟ خوشحال کسی که انقدر باهوشه، انقدر هوشیاره از نظر روحانی که اینو بفهمه باطل نیست هر ناحقی که در حق ما بشه. مهم نیست دنیا
دنیا راجع به ما چی میگه. مهم این است که تو پایدار بی تشویش برای خداوند بیستی و برای عمل خداوند و کارهای خداوند رو با غیرت بیفزایی، چون کار تو باطل نخواهد بود. ما در آسمان فارغ از هر اشک و غم و دردی سرود خواهیم خواند، به سمت آن پاداش پر جلال حرکت خواهیم کرد، در خیابان‌های طلایی قدم خواهیم زد، از دروازه‌های مروارید عبور خواهیم کرد. الان نگین اینا همه خیالات باطله، اینا همه مروارید و طلا تمثیلی از پایداری و ابدی بودن رو داره میگه. اونجا با فریاد شادی همراه دامادمون، این عروس پر جلال همراه داماد خواهد رقصید در اون شهر طلایی، دست در دست او در اتحادی شگفت انگیز که خندت میگیره که روی این زمین برای چه چیزهایی درد میکشید یا قر میزدی. یوحنا تو رساله اول یوحناش میگه پس ای حبیبان، ای عزیزان من، نمیدونین که الان فرزند خدا هستین؟ الان فرزند خدا هستین، اوکی. ولی همه بگین اما، آنچه خواهیم بود هنوز ظاهر نشده، اما میدانیم وقتی که او ظهور کنه مانند او خواهیم شد، چنان که او هست او را خواهیم دید. تو این مخلوق متبارک و سعادتمند خدا که خودتو خیلی ضعیف و پایین میبینی، چشمای تو خدا رو خواهد دید. تمام وجود تو به جز گناهانت، تمام در اون سعادتمندی و رضایتمندی رو تجربه خواهد کرد. وجب به وجب سلولهای بدن تو، وجودت برای اون مکان عالی، اون منزلی که برای تو آماده شده، ساخته شده، آماده شده. باور میکنی؟ برای همین آروم و قرار یه موقعهایی نداریم، مخصوصا اون موقعی که حتی همه چیز اوکیه، شوهر عاشقمونه، زن عاشقمونه، آرزوهامون رو رسیدیم، پاس همه چی، ولی یه ناآرومی داریم، یه بیقراری داریم، درسته؟ چون خدا ما رو اینجوری خلق کرده، خدا ما رو برای یه ابدیت خلق کرده تا به اون پیوند نخوریم، به اون ابدیت، به اون ماهیت اصلی خودمون آروم و قرار حقیقی پیدا نخواهیم کرد. اون اشتیاق ابدی بودن رو عزیزان در دل ما گذاشته. هر کسی امید رو داره. بلافاصله یوحنا در اول یوحنا باب 3 آیه 3 میگه هر کسی امید رو داره خود رو پاک نگه میداره، چنان که او پاک است. اگه امروز این امید زنده رو داری، تستش اینه که اگه این امید زنده رو داری خودتو پاک نگه میداری، تفکرات تو رو لذیذ میآید، اعمال تو، سخنان زبان تو منظور نظر خداست. آمین. چنان که او پاک است. عزیزانم یه امید مبارک برکات عظیمی رو به همراه خودش داره. نه تنها افسردگی و نقنق و ناامیدی و غم و اندوه و بر میداره از وجود ما، یک شادی آسمانی که فیض او در زندگی ما جاری میکنه، شادی بدون قید و شرط، بلکه پاکی با خودش میاره، وارستگی میاره، بلند نظری میاره، آزادی از تعلقات این دنیا رو با خودش به ارمغان میاره. باور میکنی؟ چون ابراهیم در انتظار شهری بود که معمار و سازنده آن خداست، برای همین قناعت میکرد که در خیمه زندگی کنه. چون موسی در انتظار پاداشی آسمانی بود و آن نادیده رو در دل خودش دائما میدید، برای همین به گنج‌های زمینی پشت پا زد. چون عیسی مسیح اون خوشی که روبروش بود میدید، برای همین صلیب‌های مکرر رو با خوشی در آغوش گرفت، در نرفت که ما اینجا وامونده بمونیم. این حقایق امروز میتونه به تو انگیزه بده، امروز میتونه به تو ایمان بده.
باور میکنی امروز میتونه به تو امید بده، امروز به تو میتونه یک نیروی برای زندگی بده، زندگی برای عیسی و خدمتی خالصانه، صادقانه و عاشقانه. فقط یک رازی رو بهتون بگم عزیزان، ایمان دارم که راز رو فقط در مکتب راز میشه یاد گرفت، ولی خدا اجازه داد به این کنیزش قسمت کوچیک خیلی قطره ای از این راز مکشوف بشه. شیطان تمام این حقایق رو بهتر از این که من تعریف کردم میدونه، بهتر از این که من تجربه کردم میدونه. باور میکنین؟ شیطان خیلی خوب این چیزا رو میدونه. در مکاشفه باب 13 آیه 6 میگه پس دهان خود رو به کفرهایی به خدا گشود. چه کفری کرد؟ میگه تا به اسم او کفر کنه، به خیمه او کفر کنه، به سکنه آسمان کفر بگویه. شیطان به سه چیز حمله میکنه. هر که گوش دارد بشنود که روح داره به بیدار دلان چی میگه. شیطان به سه چیز حمله میکنه: به خدا، به قوم خدا و به جایگاه و منزل من و تو. چرا؟ چون در اشعیا باب 14 از آسمون سقوط کرد. او داغون و عصبانی و روانیه و شروع میکنه در کوش من و تو پچ پچ کنه، در ذهنای من تو پچ پچ کنه که آسمون وجود نداره، یخته، واقعیت نداره. چرا؟ چون از جایی رونده شده که من و تو برای اون خونده شدیم. او میدونه چه جایی پر جلالی بوده، او میدونه چه جایی شگفت انگیز رو زندگی کرد و چه حماقتی از دست داد. میدونی چه جوری به من و تو نگاه میکنه عزیزان؟ مثل یک هوو که میخوایم جای او رو تصاحب کنیم. او میدونه عزیزان، او میدونه که نه فقط روزی چشمای تو خود تو او رو خواهد دید، بلکه گوشای تو صدای دل نواز او رو خواهد شنید که با لبخندی به تو میگه ای عزیز من، ای محبوبه من، ای خادم نیک و متدین من، به خوشی آسمان خوش اومدی، ای وفادار من، ای کسی که بر تمام مغوله هایی که روی زمین به تو حمله میکرد فائق اومدی، غلبه کردی، به آسمان خوش اومدی. باور میکنی؟ این صدا رو ما خواهیم شنید؟ سی اس لوئیس مطلب خیلی جالبی رو میگه. میگه امید به جهان باقی یکی از بزرگترین فضایل اخلاقیه که یک باورمند به مسیح میتونه داشته باشه، یک گنجه در خودش. ولی انسان عصر نوین میدونی چی میگه؟ میگه نوعی گریز از واقعیته، اما مشکل فرار کردنه، بی خیالیه برای افرادی که میگن آسمون، در عالم خلسه رفتنه. ولی مطالعات در طول تاریخ عزیزان نشون داده مسیحیایی که بیشترین خدمات رو این زمین عرضه کردن، بیشترین تأثیرات ابدی و ارزش‌های ابدی رو روی این زمین گذاشتن، تمام این افراد افرادی بودن که تمرکزشون کجا بوده؟ به آسمون بوده. از روزی که مسیحیان از فکر کردن، چشدوختن، تمرکز کردن به آسمون باز موندن، چنین روی زمین بی اثر شدن، چنین روان رنجور شدن. باور میکنی؟ امروز اگه حواستو به آسمون بذاری، زمین در تیررس او قرار میگیره. اگه فقط به فکر تعلقات خودتو، آرزوهای خودتو زمین باشی، به تو میگم با اقتدار کلام خدا یک روز فشار دندون خواهی داشت، چون هر دوشو از دست خواهی داد. کلام خدا میگه یکی از همین روزها در نقطه ای از این جهان صدای شیپور رو خواهی شنید، در یک چشم به هم زدن به شباهت عیسی دگرگون خواهی شد و تمامی دردهای بی درمونی که الان داری میکشی، اون رنجهای بی جواب، خواهر برادر من، در آخر میخوام اینو گوش کنی، عاملیه تمام این رنج ها که ما رو به انتها داره نزدیک و نزدیکتر میکنه، کمک میکنه که پاک و پاکتر بشیم. اون مجسمه ساز خبره، هرچی که از تو حقیقی نیست
اون کوله بارا، یادته اون نفسای گنده رو با چکش و قلم رنج ها از تو میتراشه تا بتونی سبک بار پله رستگاری بالا بری، وامونده و درمونده روی این زمین نباشی بلکه رو بوده باشی. نگاه کردن به آسمون باعث میشه که ما تطهیر و پالایش بشیم. اون فشارهای خورد کننده بعضی از تجربیات سختی که باش روبرویم و روبرو خواهیم شد، اگه نشدی خواهی شد، من نبوت منفی نمی کنم. اگه تو پیرو به مسیح هستی با این تجربیات روبرو خواهی شد. تمام این رنج و مصیبت باعث میشه قلبهای سخت ما نرم بشه و آماده بشیم که سبکبال روبوده بشیم. بیایم امروز ذهنای آسمانی رو در خودمون تقویت کنیم عزیزان، تا روزی با شادمانی و اون بارهای افتاده از دروازه رستگاری عبور کنیم. بیایم تا عزممون رو جذب کنیم که نمونیم روی این زمین بلکه روبوده بشیم. بیایم از امروز تمرکزمون رو روی شهر آسمانی بذاریم، روی اون شهر خدا که یه روزی بر روی شهر زمین، شهر انسان غالب میاد. بیاییم امید ناپژمرده، امید زنده رو در خودمون نگه داریم، زنده نگه داریم، تا زانوهای سست ما که میخواد عقب گرد کنه عزیزان، برای خدمت دوباره مثل یک سرباز برای مسیح بیسته، تا دستای افتاده ما بلند کرده بشه، در هر شرایطی داماد عزیزمون رو پرستش کنیم. بیایم امروز تصمیم بگیریم یک رأی، یک فکر شده اراده خدا رو به جا بیاریم، زیرا به زودی گوشهای ما صدای آمدن شیپور بازگشت ما رو به سوی خدا خواهد شنید. باور میکنی؟ و روزی نه فقط چشمای تو، تمام این چیزا که قطره از سر سوزنه خیلی بیشتر خواهید دید، نه فقط گوشهای شما خواهد شنید، بلکه عزیزان، بلکه این آیه‌ای که سالها من جون داده باش زندگی کردم و منو به خلاف تمام این بادهای مخالف به جلو حرکت داده، خودتون تجربه خواهین کرد و خواهین گفت حقیقتا دردهای زمان حاضر نسبت به این جلالی که در من دیده شده چقدر هیچ بود، چقدر پوچ بود. آمین. و در آخر بیایم یادمون نره ما در مقام عروس از آن مسیح و متعلق به ملکوت و پادشاهی خدا هستیم، مال خودمون نیستیم که هر جوری دلمون بخواد تصمیم بگیریم و هر کاری که دلمون بخواد بکنیم. آمین. عیسی مسیح وقتی کتاب مکاشفه تموم شد، او که نوشته بر تمامی امور آینده، بر تمامی نبوتهایی که شاگرد محبوبش یوحنا میگفت واقف بود، در آخر خودش مهر میزنه کتاب مکاشفه رو و میگه بلی تمام رو تایید میکنم، بلی به زودی میآیم. و یوحنا به جای عروس، چون خودش هم عروس عیسی بود و امروز کلیسا میتونه همینو بگه، از زبان عروس، از زبان خودش میگه آمین بیا ای خداوند عیسی. و هر کی امروز در قلبش احساس میکنه عروس عیساس، پیرو حقیقی عیساس، با همدیگه بیایم مثل یک دعا، مثل یک ناله، مثل یک ناله از سر اشتیاق و شوق با هم بگیم آمین بیا ای خداوند عیسی. آمین بیا ای خداوند عیسی. فیض خداوند ما عیسی مسیح و تک تک شما باشد و بماند. از تمام زبان ها، قبیله ها و تمام جمعیتی که هستن که به عیسی مسیح ایمان آوردن آمدن جلوی تخت ایستادن و او رو پرستش کردن. من میخوام الان دعوت کنم بیاین جلو، الان از این صندلی ها بیستین، الان بیاین جلوی تخت عیسی مسیح، میتونیم اینجا واقعا همه با هم بیستیم و با سرودهای پرستش، سرودهای ایمان او را پرستش کنیم. اولین چیزی که در مکاشفه باب 15 آیه 3 و 4 صحبت میکنه میگه که تمام امت ها آمدن و یک سرود جدیدی خوندن و این سرود
سرودی هست که ما اینجا میخونی، کارهایت ای خدا عظیم و عجیب است ای پادشاه امتا، راههایت ای خدا راست و عدالت. برن تصور کنی که الان از هر امت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور بره به جامعه های سفید آراسته و شاخه های نخ به دست گرفتن ایستادن و با آواز بلند شروع کردن پرستش کردن. میخوام این تصویر جلوی تو داشته باشی که الان جلوی تخت عیسی مسیح هستی. مطمئن باشین که این در این مکان مقدس پر از فرشته های خداوند هستن، هم صدا با ما او رو پرستش میکنن. و میخوام تو این پرستش هر چیزی که کلام رو که شنیدین، هر مشکلی هست، هر چیزی که فکرت رو گرفته، غمگین کرده، بار به زندگی تو برده، الان اینا بندازیم پایین و به آسمان نگاه کنی، به او نگاه کنی. حالا به خداوند مرسی سجا. من با چشمان قلب میخوام به تو نگاه کنیم، من به آسمون نگاه کنیم و یک روز این سرود رو با هم در آسمون خواهیم خوند، یک روز در حضور تو این سرود رو خواهیم خوند. Oh,
Oh,
مرسی ای داماد عزیز که ما را عروس خواندی و ما را آماده میکنی خداوند، آماده میکنی برای یک روز به تا ابد با تو یک خواهیم شد، آزاد خواهیم شد از این دنیای سود برده و همینطور از تمام درد و رنج. مرسی خداوند که یک روز دیگه اشکای درد و رنج نخواهیم داشت خداوند، چون همه چی رو تو پاک خواهی کرد. امروز هم اینجا استادیم خداوند، میدونیم خداوند تو با ما هستی، ما را هدایت میکنی روز به روز، هر اتفاقاتی که در زندگیمون میفته تو در خبر هستی، تو در حال این هستی که ما رو آماده کنی. هللویا خداوند، مرسی خداوند. عیسی به زودی آید با جلالت تا عروس خود را برابرد در این دنیا، با کتان کاف و سفید مالبت شد تشنه هست به من ملحق شود و آب حیاتی بی قیمت بنوشد. امروز این آب حیات اینجاست که تو رو، فکرهای تو رو، قلب تو رو، دید تو رو، تصویر تو رو، هر چیزی که تا
در زندگی تو از نظم افتاده، خداوند میخواد همه چی رو الان تازه کنه. این آب حیات بی قیمت، میتونی امروز بنوشی با ایمان. یک روز تمام خواهد شد، یک روز آزاد خواهد شد. هللویا خداوند، یک روز خداوند، هللویا، در تو قدرت خواهد شد.